همه رو گم و گور کن، هیچی به جا نذار. مسئله پیش اومده؟ منصور رو کشتیم. الان رادیو میگفت که حال شارم میگن ضربه اونقدر کاری بود که جا به جا ساقط شد. اینا میخوان اوضاع رو برای اعلامش مساعد کنن.
یکم پول لازم دارم. یه مدت میریم مشهد تا آب از آسیاب بیفته. به مادرم حالا چیزی نگو، خودت هم یه هفته از من هیچ خبری نداری. خداحافظ. به سلامت داریش. بچ فراغا بگو فعلا دوره نداری. خداحافظ. خدا نگهدار داریش. بابا شما این؟ بله فرام است. محمد بخارایی شاگرد شماست؟ بله اینجا کار می‌کنم. آدرس منزلشو میخواستم. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. موسی جان. برو ببین آقا مرتضی منزله. اگه بزود بیا به من بگو. چشم. حاجی، شما برادر رضا هرندی هستین؟ بله. محمد بخارایی را میشناسین؟ بله. سید علی اندرزگو، صادق امانی چیم؟ اینا همه از بچه های مسجد ما هستن، شاگرد منن، پیش من درس میخونن. حاجی، درس نخست وزیر کشیرم شما یادشون دادین؟ من قرآن یادشون میدادم. صحیح. تحقیقات محوله به این جانب در مراحل مختلف بازپرسی از اعضای شاخه نظامی هیئت‌های مؤتلفه اسلامی به اسامی صادق امانی، مرتضی نیک‌نژاد، رضا صفار هرندی، محمد بخارایی و سید علی اندرزگو که در حال حاضر متواری می باشد مستفاد گردید،
قصد ترور اشخاص و افراد مؤثر دولت و مملکت پس از واقعه 15 خرداد 42 به منظور برهم زدن اساس حکومت در مخیله متهمین نقش می‌بندد. اینکه مؤکد هستم بر اساس حکومت، این مدعای منه. ملاحظه بفرمایید. صداهی که آقای منصور با آن به قتل رسیده. نوع اسلحه رونینگ که روی دستش حک شده حکومت اسلامی ایجاد باید شود. بگذارید. از آنجایی که اینها متوجه می شوند با ایجاد بلوا و آشوب نظیر آنچه که در 15 خرداد اتفاق افتاد موفق نخواهند شد به مقصود پلید و شوم خود برسند و به رغم توطئه کنندگان وقتی که از طریق مبارزه منفی توفیقی حاصل نشد در مقام مبارزه مثبت برآمده در وهله اول تصمیم میگیرند که به حیات اعلی حضرت همایونی شاهنشاه سوء قصد نمایند و چون در راه اجرای این نیتشون مشکلات و موانع عمده‌ای وجود داشته بنابراین موقتاً تغییر طرح داده و اول به حیات حسن علی منصور نخست وزیر به عنوان این که منصور احیا کننده قانون کپیتالاسیون است خاتمه میده. این قطعنامه ایست که شب قبل از ترور متهمین آن را تنظیم کردن که قسمتی از آن را به سم حضار میرسانم. ما به خونخواهی قتل عام مردم مسلمان در 15 خرداد 42 و با قلبی اندوهگین از تبعید مرجعمان به جرم اعتراض به مسئولیتی که شاه آمریکایی داده داخل پرانتز کاپیتالاسیون این راه را انتخاب کردیم. ما برای رسیدن به یک حکومت اسلامی استوار بر پایه‌های عدالت اجتماعی مصممیم. بنابراین این حکومت ضد ملی و ضد اسلامی شاه را به رسمیت نمی‌شناسیم. صفحه جلو بزنو. آماده؟ هدف نفرات مقابل. آتش! اسمش سید علی اندرزگوه، از طراحان ترور حسن علی منصور، عضو شاخه نظامی جمعیت‌های مؤتلفه اسلامی. مختصراً عرض کنم که هیئت‌های مؤتلفه در سال 1340 از ائتلاف چند هیئت اسلامی شامل دو بخش مرکزی و شورای فقهی و روحانی تشکیل میشه. اهم فعالیت‌های این جمعیت برگزاری تظاهرات، ترور حسن علی منصور و هدف نهاییشون سرنگونی نظام سلطنت قرار داشته. بعد از ترور نخست وزیر فقید تمام اعضای این جمعیت به جز یک نفر دستگیر شدند. از شاخه نظامی این هیئت 4 نفر اعدام و 5 محکوم به اعدام که این سید باشه موفق میشه از کشور فرار کنه. مدتی در آلمان و عراق و سوریه و بالاخره سر از اردوهای جنوب لبنان در میاره. از سال 43 تا نیمه اول 50 در اونجا آموزش نظامی میبینه و سعی میکنه عده‌ای رو علیه نظام سلطنتی سازه. Thank you.
تهران سال 1351. دیر کردی؟ آره، از خاش به این طرف بوران قیامت میکرد. مجبور بودیم به خاطر محموله فقط شب حرکت کنیم، اونم از جاده خاکی پشت پاسگاه. از دیروز صبح نرفتم بیرون، نشسته بودم گوش بزنگ تلفن. خدا نگهدار. خدا نگهدار. سلام مهندس. سلام. بفرمایید. اطلاع حاصل کردیم مدتی است وارد ایران شده. زاگورد، متاسفانه تا الان به غیر از این عکس هیچ هویتی از این شخص نتونستیم به دست بیاریم. سرگرد. بله قربان. ما باید این شخص رو زنده دستگیر کنیم، زنده به هر قیمتی. متوجهم قربان. برای پی بردن به اهمیت این فرد به این جمله بسنده می کنم که منبع اطلاعات همه مخالفینه. موفق باشین سرگرد. سرگرد، بله قربان. شکار شیر اونم زندهش خیلی مشکله، اما وقتی که گرفتیم میگن شیر گرفتین. درجه سرهنگی برازنده شماست اگر با دست پر برگردین. موفق باشی سرگرد. یکی از مسیرهاییه که شاه اکثرا ازش عبور میکنه. کاملا بهش مسلطیم نیست؟ کاملا. باید دائم به خصوص روزای خاص
این مسیر رو کنترل کنیم. سید، از این بهتر امکان نداره. یالا زودتر با جمجورش کنیم. مواد انفجاری که گفتی تو شد؟ در شرافه. فردا قراره یه مقدار تحویل بگیرم. خب ببین، من زودتر میرم، تو بعد من قفل کن و برو. باشه. خداحافظ. خدا نگهدار. خیلی شما خان ندور اجون، شما برادرش تصادف کرده، یکی دو روز میریم عیادتش، زیاد طول نمی کشه. طوری که نشده؟ نه الحمدلله به خیر گذشته. خوب الحمدلله، خدا رو شد تو رو خدا دیگه زیاد نمونه. شما مونس ما این، ما کسی رو نداریم، دلمون براتون تنگ میشه. دل ما هم براتون تنگ میشه، هر جا هم بریم زیر سایه شمایی. زود بر میگردیم، زیاد نمیمونیم، فقط برای دو روز میریم. خدا شفاش بده. شما که چیزی نیست. نه انشالله، به سلامتی. خب دیگه آقا، خدافظ شما. خدافظ شما زن، خدافظ شما. خدا که با خبر خوش برگردیم. انشالله حلالمون. خدا خدافظ شما. خدا حافظ. خدا خدا نگهدار. به سلامت. قم. گفتی میریم تبریز عیادت برادرت، سر از قم در آوردی. گفتی سفر یه روزه است ولی این همه طول کشید. خب اقلا میگفتی من خواهرمو نمی آوردم، اسبابی جمع و جور میکردم، به مادرم میگفتم. خب به مادرت گفتم، وقتی رفتم خواهرتو بیارم آدرس اینجا رو بهش دادم. ببین، یکی از دوستای منو گرفتم، برای محکمکاری صلاح اینطور دیدم جایی باشیم که کمتر کسی بدونه. از بابت اینجا هیچ نگرانی نیست، صاحب این خونه از دوستای قدیمی منه. ظرف امروزم برمیگردم تهرون سر گوش بدم، خبری نبود ضرر نکردیم، زیارتی میکنیم و یا علی برمیگردیم تهران. خوبه؟ تهران روز بعد. سلام برسانه. پنیر بیار بی زحمت بده. باشه باشه. همین جلویه. بفرم. پنیرش حرف نداره. آقا رو را بنداز. خب. این میشه. آقا لطفا یکی رو ماست. بفرم. سید. نه سید نه شیخ، مهندس حسینی هم. بیا دنبالم. دو کیلو بسه؟ آره بسه. سلام علیکم. سلام علیکم. درخش درش. خب چه خبر ها؟ سید، دایه زنت پیغم آورد که پدر زنت رو سواد گرفته، نشونی تو رو ازش خواستن. نگفت که گرفتنش؟ امروز صبح چقدرم زدنش. سید، سعی کن این طرف آفتابی نشی، احتمال داره سراغ منم بیان. اکبر آقا قربونت، پس یه جوری این پولو برسون به خانواده آسد مهتی، دستشون تنگه. به زنش بگو محاکمه مهتی یه شنبه است، من مجبور شدم بیام سراغتون. میبخشیش؟ خدا ببخشه، این حرفا چیه؟ خدا حافظ. خدا حافظ.
درهای بالا هم باید کلوم بشه. پیرمرد؟ بله آقا. به قفل درها هیچ کس حق نداره درست. بله بله حتما. شیخ عباس این طرف ها پیدا شد فوری به ما خبر بده. چشم حتما. زیدی که گفتم دستگیر شده خونه شما رو معرفی کرده. ساواک هم رفته سراغ پدرت. به زورم که شده آدرس اینجا رو ازش میگیرن. میدونم. عجله کن. باید زودتر برگردیم تهران. فعلا به خواهر چیزی نگو. بعد ببینیم چی میشه. خب دیگه با اجازتون ما داریم میریم. خدافظ. کجا؟ چرا به این زودی؟ ما تازه بهتون عادت کردیم. خیلی ممنون. یه کاری پیش اومده باید برگردیم. ان شاءالله خیر باشین. به سلامت. ما تازه داشتیم اونس میگیره. اتفاقا ما قراره یکی دو روزی بریم سفر. خیر باشه. کجا انشالله؟ خب میریم کارشون. خود به سلامتی انشالله. سفر به خیر. اون بچه را بشم. خب خانم خدا حافظ شما. به سلامتی. یه مجموعه برگردیم. ما فردا میریم برای عروسی دخترمه. امشب عقدش میکنن. مبارک. خدا حافظ شما. خانم خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. خیلی ممنون. سلام برسنیم. خدا حافظ شما. با اجازتون. خدا حافظ. خدا حافظ شما. خدا نگهدار. مشغول بازرسی کلی هستیم قربان. ضمناً غیر از آن صاحبخونه دو سه نفرم بازداشت شدن. مقداری اسلحه و کتاب و یک دستگاه تکثیر هم ضبط شده. تمام. خانه مورد نظر تحت کنترل و اشخاص مظنون بازداشت شدن. بله قربان. جستجو هنوز ادامه داره. ای قربان، از مظنونین بازجویی به عمل نیومده. تمام. سه نفر بودن سرگاه، یعنی سه نفر و نسبی. یه زن، یه دختر، یه بچه کوچولو، یه مرد سرکار. همگی سوار یه پیکان سبز سبز رنگ شدن دو رفتن. اطلاع بدین تمام سواریایی که از قم خارج شدن مشخصا به رنگ سبز متوقف و به دقت بازرسی بشه. تمام. سرکار جون این بوغ میزنه. برو چرا سمرج بوغ دید 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 برو پیکاره برو خانم شوهرتون چی کار است؟ معممه مدتی که تبعید شده اردبیل. ای آقا ای آقا بیا 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 بیا. چند وقته که اندرزگو از اینجا رفته؟ یه ساعتی میشه. نگفت به شما کجا میره؟ گفت میره عیادت پدرش. چی میگه خانم؟ 5 سال هست که پدرش مرده. همون وقت که از راهن تلفن زدی داشتم جاروار بار ماشین میکردم ببرم در دکونه بابام. این بود اگه یکم دیر شد. اختیار داری آقا جعفر، ما مخلص شماییم. داری چوبکاری میکنی.
فرمش بدم نیست که خودم میزنه. حدود دو سال قبل برای خوندن درس عربی به مدرسه علمیه چیسر رفتم. در اونجا با شیخ عباس تهرانی یا به قول شماها سید علی اندرزگو آشنا شدم. به ما درس عربی میداد. بعد از گذشت چند جلسه نایی و بحثای زیاد به من اعتماد پیدا کرد، به طوری که اغلب اوقات آخر درس صحبت از انقلاب و اسلام و شاه و از اینجور حرفا بود. سید این حرفا رو در همون کلاس عربی مطرح می کردن؟ نه خیر، چون به من اعتماد داشت معمولا یا تو حجره خودش یا مواقعی که با هم کوه می رفتیم. ادامه بدیم. یه روز نزدیک مسجد چیسر حدود نیم ساعت بعد از ظهر با شیخ برخورد کردم. بعد از حال احوال آهسته به من گفت: فلانی، یه مقدار کتاب دارم، جای مناسبی براشون ندارم، مدرسه‌م ناامنه. گفت: تو جایی سراغ داری؟ گفتم: باقی داریم که فکر میکنم برای این کار مناسب باشه. فردای اون روز تقریبا هوا تاریک شده بود که اومد در منزل ما. گفت گفت آوردم یه بسته بزرگ و یه چمدون متوسط عقب یه وانت بار. وانت مال خودش بود؟ خیر، کرایه بود، چون به راننده کرایه پرداخت کرد. ها، ادامه بدین. بعد از مدتی جستجو داخل باغ، شیخ شخصا اونا رو زیر گلدونای قسمت گلخونه جاسازی کرد. بعد یواشکی گفت: محمد، راستشو بخوای اینا اصله هست، به طور امانت اینجا باشن، تو اولین فرصت میام میبرمش. حدود 5 یا 6 هفته اسلحه ها داخل باغ بودن. منم نگران، از سیدم هیچ خبری نبود تا روزی که با سید برخورد کردم. اون روز قرار شد من مواد منفجره رو از آزمایشگاه محل کارم ببرم و اسلحه هارم سید. اما قبل از اومدن سید شناسایی شدم و اسلحه ها توسط مامورین امنیتی ضبط شدم. اینطور که همکار شما در آزمایشگاه اظهار کرده، بارها به طرق مختلف از انبار مواد منفجره خارج کردین. آیا همه اونا را به سید میدادین؟ بله. سید به شما نگفت که مواد انفجاری رو برای چه کاری میخواد؟ جزئیات اونو نمیدونم، ولی میگفت روباه منظور شاه بود. گفت قرار سفری به جنوب ایران بره، میخوام چند جا در مسیرش کار بذارم. اسلحه ها رو برای چه کاری میخواست؟ میگفت بالاخره ما یه روز رژیم شاهو باید سرنگون کنیم، اینا رو جمع میکنیم برای اون روز. بالاخره نگفتی سید کدوم مسجد جماعت میخوند؟ گفتم من اطلاعی ندارم. بسیار خوب، thank you.
بله قربان. شازده ناخونای پاش بلند شده. بلند شو راوی و زود باش. سلام علیکم. چی بود؟ با آقای شیخ عباس تهرانی کار داریم. بله بفرمایید تشریف داشته باشین تا به اطلاعشون بریم. خیلی متشکرم. بفرمایید خواهش می‌کنم. چیزی که گفتی فردا با ما نمیاد آروم ندارم. دیشب تو خواب گریه میکرد و مادرم رو صدا میزد. از یه طرف دلم راضی نمیشه با خودمون آوارش کنیم، از طرف دیگه براش نگرانم. باید براش یه جای امنی پیدا کنیم. از مادرت تشکر کنیم، مدت کلی زحمتش دادیم. اصلا زحمتی نیست، شما هستی. اختیار داری. ما کجا، جعفر کجا؟ زنده باشی مادر. با اجازه. شب بخیر. این جعفر از یه برادرم به من نزدیکتره. این از خونش که یه مدتی اینجاییم. اونم دکون جاروبافی باباش که شده انبار مهمات من. خواهرت بیدار کن بیاد شام بخوره. شام خورده، به خوابه بهتره. میگم چطور خواهرمو بفرستیم خونه عمون؟ اگه خبری بشه عمون بهتر یانه. فکر خوبیه. تلفنی که گفتی اومده اینجا فشارم کشید بالا. گفتم کاش پیش سید مونده بود. هنوز تحت نظری؟ شب و روز. الانم از هزار بیراهه تا اینجا اومدم. اگه با سید رفته بود خاطرم جمع بود. حالا بیا تو، دم در که خوب نیست. به جون داداش حال نشستن ندارم. همون وقت که تلفن زدی تازه مادرشو از دکتر آورده بودم. گفت زود باید بری بیاریش. هر جور سلام میدونی. بیا عمو جون، بیا. بابا اومده سراغه. پدر، سواکیا شما رو به این روز انداختم. آقای تهرانی میگفت اونا به هیچ کس رحم نمی کنن. آخه دخترم چرا با آقای تهرانی نرفتی؟ دلم پیش شما بود. مادر حالش خوبه پدر، رفت دکتر. زودتر باید برسیم خونه. می‌ترسم.
خانم کوچولو، حالتون چطوره؟ دیشب منظر آقای تهرانی بودید؟ حالشون خوب بود؟ خیلی وقت ندیدیمشون. با خانمشون رفتم. کجا رفتم؟ نمیدونم. پس این مدت کجا بودی؟ خونه کی بودی؟ نمیدونم. کجا بودی؟ سرت از کجا؟ بابا پاک ترسوندینش، الان میگه کجا بوده. بپیچ بیمارستان آریا، جسد خواهرشو تو سردخونه نشونه شده. این برزگو با چه لباسی فرار کرد؟ نمیدونم. دیشب منزل کی بودی؟ نمیدونم. بهش بگو دیشب کجا بودی؟ بگو کجا بودی؟ بگو اسمش جعفر بود، ولی به خدا من اصلا منزل جعفر نمیدونم، نمیدونم پدر جعفر جارو داشت، جارو جار فروشی جارو. سرنخ آقای اندرسکو، شما کسی رو به اسم جعفر که آشنای برادرتون باشه میشناسین؟ احیانا ممکنه جارو فروش باشه. نه به یاد نمیارم. برادرتون علاوه بر نجاری که پیش شما کار میکرد و بعد مدتی در مرغداری مشغول بود، اطلاع دارید که حرفه دیگه ای داشته؟ حتی برای یه مدت کوتاه؟ عرض کردم سال هاست نه من برادرمو دیدم نه ازش اطلاعی دارم. تو دروغ میگی خرزنگ. برید هر گور سونی که هست پیداش کنید. Thank you.
اینجا رو خوب نگاه کن جعفر. هیچ کدوم. اونجا رو ببین، اون نیست؟ نه. چهار خبر کن.
توشا؟ گفتن دمیان تهرون؟ خب است به منزه خانم اینا خیلی سلام برسون اینا خداحافظ شما به حقی دار خواهش رو برم این برنامه با همکاری محسنی شهیدی پرویز یا حقی تنظیم جدیدی امروز
تو مشهد دیدنش. اصلا این شخص از توی ایران فرار کرده. گزارش، 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 گزارش. سرگرد اندرسکو داخل ایرانه، توی همین تهرون. اون میخواسته اعلیحضرت همایونی رو ترور کنه، اون وقت تو هنوز دنبال سرنخ هستی؟ تمومش کن. یه الف آدم، یه سازمان عریض و طویل و منتر خودش کرده. از بالا به من ابلاغ شده یا اندرسکو باید آزاد باشه یا تو سرگرد. مفهوم شد؟ تیمسان شکار شیر خیلی مشکل، اما وقتی گرفتیم میگن شیر گرفت. قربان به شرفم قسم میخورم که اندرزگو رو زنده تحویل شما بدم. قربان. سال 1356، مرز ایران و افغانستان. تشویدی شفاخانه بلبل است. دست درد نکنه، زحمت کشید. سیزن ایست این روز یه بند از آسمان تش میباره. بیا میده جون، رو اندازو بیا. بگی یا الله. مهدی بیا ببین چی برای تا آوردن. نامه بوا تا آوردن. بیا بیا ببر بده مادرت برات بخونتش. آب باری کلا پسر، بدو بده مادرت برات بخونتش. برو برو. آشیخ پیغام داده همین روزها می آید. بگیم اون بچه چطوره؟ از مرحمت شما بهتره، خدا خیرش بده. امروز ننه قادر زحمت کشید بردش دکتر. کاری نکرده، شما عین بچه های خودمان هستی. آشیخ بیشتر از اینا گردن ما حق داره، یعنی گردن همه مردم آبادی. آن درمانگاه، آن شفاخانه سر کوچه خدمت آقاتون ساخته شده، همه به ایشان مدیونیم. تو همین اتاق گاهی شبها تا صبح دعا میخواند و گریه میکرد. میگفت زاهد گریه نیم شب دل آدم رو جلا میده، معاصی آدم رو میشوره. یادم نمیره آخرای پاییز شیخ آمده بود اینجا. اون روز همه ما ماتم زده بودیم. یک حیوانی که به خیش بسته بودیم داشت جان میداد. علف سمی بلیده بود. وسع امان هم نمیرسید که فلفور یک حیوان دیگری بخریم. صبح روز بعد که پا شدم دیدم خیش نیست. یک چیزی فهمیدم و نفهمیدم، راهی شدم صحرا. پشتم لرزید، خیشو به خودش بسته بود و زمینو شخ میزد. نتوانستم مانعش بشم. تا غروب تمام زمینو شخ زد. شیخ هر جا هستی نانت گرم باشه و آبت سر.
بله. ساگورد، سرویس خارج از کشور چند لحظه پیش اطلاع داد که اندرزگو به طرف ایران حرکت کرده. البته ردشو تا آنکارا داشتن. بگو آماده باشه کامل داده بشه. چشم قربان. اصایه؟ موفق باشید جناب سرهنگ. متشکرم قربان. مهدی! بواته! بابا! بابا! بابا جینام! بهتی! بابا جینام اومدی! جینام بابا! بابا سلام! بابا سلام! بابا جینام! این مدت همش نگرانتون بودم. آخریا که فکر و ذکرم شده بود شما. خواب میدیدم که بچه هم مردن. میدونستم که سختی میکشیم، ولی چاره ای نبود، باید میرفتم. تو ایران کاملا لو رفته بودم، امکان بردن شمارم نداشتم. با همه مرارت ها و سختی ها آسوده خاطر بودم، دغدغه گرفتاری تو رو نداشتم. کنار بچه هم سرم آسوده رو بالش میذاشتم، خاطرم جمع بود که آزادی. سید، من نمیخوام بچه هم یتیم بشن. سید باید رو سر بچه های من باشه. یا امام هشتم، خودت کمک کن. گردم زودتر، همه پایین برای بازرسی. اونجا صف بکشین. یلا زودتر. برگاه قرنطینه تونم حاضر کنید. زودتر. پدرم برا اتر آوردی. بیچاره شدم. بچه بودم. اینم شد سفر. بچه رو بذار خودت. بیا فرمیده. بیا بیا بیا. همش ازو. همش ازو. آخر زن چقدر بهت گفتم نیا. بچه ها رو نیا. خلاب گرم است. اصلا خلاب است. دیه لو بلو بو یکی. این برای آقا جمعه. پدرم اتر آوردی. ببینم آخر چرا باید. وقتی به سر آمد بابا. آخر سرکار جان. از حتیم و ندیب گفتن بازن که من آس سفر کردم والله بدبختیه. بله حالا اسمت بچه بهش که من حتی بهش گفتم نه حالا وقت سفر نیست. گفتم من باید بیام. از وقتی که حرکت کردیم ما یکبند استفراغ میکنه. طور نیست، از هوای گرمه. ببره سیر پنکه خود. خیلی ممنون سرکار. خدا از دادری کمه. بریم سرکار. حالا برای شو حالا باعث 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 بدبختی این آقایون هم داره میشه. بریم داخل زیر پنکه گاز استفراغت بند. شلوغ نکنید. شلوغ نکنید. برو بعدی. برو. خیلی خوب. برو بالا تو. برو بعدی. برو. بیا. پشت سرت رو نگاه کن. رو دیوار. پشت سرت. وای. اونایی
که بازرسی شدن سوار شد. بیا برو برو یه جنب. آقا آقا جان زنت قرنطینه شده؟ عروس حالم جان نیامده. طوری شدی؟ برام قطعی شد که جعفرم گرفتار شده. حتم داری؟ عکس بزرگ روی دیوار پاسگاه یادته؟ آره. عکس رو پاسپورتی بود که موقع رفتن از خونه جعفر جا گذاشتیم. این مسافر خونه جای امنی نیست. فردا شما رو میرسونم مشهد. از تو چه پنهون؟ این مدت که در جنوب لبنان بودم غیر از اینا موفق شدم تعدادی اسلحه سنگین تهیه کنم. امکان آوردنشون نبود، یعنی نمیتونستم اونا رو با خودم بیارم. باید هر چی زودتر یه نفر رو پیدا کنم اسلحه ها رو بیاره ایران. من واقعا شرمنده تو هستم. سلام. سلام. خب آماده شد؟ آره، صندلی عقبه. احسنت. برکلا، خیلی خوبه. خیلی خوبه. این بهتر نمیشه. این زیدی که داخل کاخ مشغوله کمبودش اسلحه هست. به این طریق میتونم بهش اسلحه برسنم. قربونت میگم دست راست به پیچ پیادم کن، اون طرف ها با موتوسیکلت برم خیلی بهتره. چشم. سر اون پیچ. همینطور بیاز و کتاب گاز میدن. گواهینامت کجاست؟ جناب کمیسر، این ولگرده اصلا گواهینامه نداره. غلط کردن. گروهبان آبایی، فلکه رو دور بزن سود برو کلمتری. تا حالیش کنم مملکت هرت نیست. گروهبان آبایی، خاک بر سرت با این رانندگیت. مردی که اولاق سوار قربتی به تو هم میگن راننده؟ ایچ بریم برو آزگر آزگر پدرته به من میگه آزگر گروهبان گروه گروهبان تصادف شده دیگه، قتلی که نشده، خرجشو میدم. گروهبان آبایی ولش کن بیا پسر، سر به سر این بلگردان نزار کفه. اگه جونتو دوست داری هرچی میگم گوش کن، بدون این که نطق بکشی برو زیر صندلی. اگر من مغزت داره بیره بله
حالا کفه شد دیگه. کفه شد. برو زیر صندلی. گفتار زیر صندلی. کفه شد. بله جناب سرگور دارن تشریف میارن. بفرم. بله ببینید، به تمام افراد آماده باشه کامل بدیم. کلیه بیمارستان ها از این لحظه باید تحت مراقبت شدید باشن. همینطور تمام منازل و تمام تلفن های بستگان اندرزگو. گفتی میتونه از جاش حرکت کنه؟ بله، فقط دردش خیلی زیاده. مهم نیست، فردا غروب بعد از اذان مغرب بیارش دم در پشتی بیمارستان، در مخصوص کار کنه. باشه. بعد از اون معجزه رفتم به رادیولوژی، عکس پامو انداخت، گفتش استخون بالای رون خورد شده، باید هرچی زودتر عمل بشه. واسه همین دیدم هیچ چاره نیست، به علی گفتم بهت پیغام بده نیای، ولی خب بچه ها چطورن؟ خوبن؟ خوبن. نتونستم با خودم بیارمشون. مهدی خیلی دوست داشت ببیندت. مواظبشون باش. مواظبشون باش. یا الله. تا گرمه میل کن. عمل پات فردا شب. داشتم نگران میشم. تکثیر این اعلامیه ها طول کشید. علی مسجل شد که مرکز سواکو بزن با RPG. کار تو اینه که فردا شب رأس ساعت 8 پشت قهوه خونه پایین خیابون منتظر باشه. این نقشه به چه صورت باید پیاده بشه؟ الان باید یه تلفن بکنم، بلافاصله برمیگردم و جزئیاتو برات میگم. Thank you.
سلام میخواهشون. بله. السلام علیکم جناب مهندس حسینی. خواستم به محسن تلفن بزنم، گفتم ممکنه تلفنش تحت کنترل باشه. یه جوری بهش پیغام بده از سی منزل باشه میام طرفش. باش کار فوری دارم. چشم چشم اصایه چیزه افتاری فراموش نشه، منتظرتیم. امر دیگه. خیلی ممنون. افتاری فراموش نشه. خدا حافظ. خدا حافظ. اطلاع دادن محله سقاباشی و کوچه‌های اطراف اون تحت کنترل هستن قربان. اطلاع بدین اکیبای دستگیری وارد عمل بشن. مهندس وارد حوزه استحفاظی شده. تمام. شماره 6، هدف در مسیر 8. از شماره 3 عبور کرد. شماره 1، سوژه دیده شد، منتظر دستور باشید. از شماره 7 عبور کرد. شماره 5، مسیر 3 رو مراقبت کنید. تمام. سلام علیکم. وایسا ببینم، وایسا ببینم ذلیل مرده رو پشتبونه ما چی میخوای؟ برو پیرزن. مقاومت بیفایده است. خواهش میکنم تسلیم بشین. از جان شما هدف باید زنده دستگیر بشه. تیر اندازی نکنین، تیر اندازی نکنین. تیراندازی نکنین، من اونو زنده میخوامش. آقای اندرزگو، این آخرین اخطاره. دستاتون رو سرتون بذارین و تسلیم بشین. اسلحتون رو پرت کنین طرف راست و تسلیم بشین. قول میدم آسیبی به شما نرسه. ا-
زنده میخوام. تیراندازی نکنین. اونا زنده میخوام. زنده. تیراندازی نکنین. اونا زنده میخوامش. تیراندازی نکنید. تیراندازی نکنید. زنده میخوامش. نام سید علی، شهرت اندرزگو، مدت مبارزه 15 سال، سن 40 سال، شهادت رمضان 1357 تهران. آن نباید بمیری لعنتی، تو نباید بمیری، آن نباید بمیری.